میریم سراغ آقای مالک بیت مشعل از آلبانی که متاسفانه وصل نشد، احتمالا اونها هم دارن به ما زنگ میزنن، نوشته بیزی مشغولن و ببینیم که ایشون. بله بله اجازه بدید دوستان، آقای مالک بیت مشعل ارتباط برقرار شد، من تصویر ایشون رو به سیستم بدم و سلامی کنم. و بله شما روی ایر هستید، فقط یکم گوشی رو داشته باشید تا من تصویر شما رو اینجا، اینم از این، این هم از این آقای. بله دوستان عزیز، همون جوری که در اعلام برنامه ها هم گفتیم و در پوستر این دوستان هم نوشته شده بود، آقای مالک بیت مشعل در رابطه با قتل مالک شرایی برای شما صحبت میکنن و آقای مالک بیت مشعل عضو جدا شده مجاهدین در آلبانی هستند. اگر سوالی نظری دارید با ایشون در تماس باشید یا با کانون آوا یا با تلویزیون مردم تا در برنامه های آینده در این مورد صحبت کنید. سلام میکنم به شما و امیدوارم که به اصطلاح خبرهای بهتری در روزهای آینده بدید، چون شنیدیم که این دوستی که هم اسم شما هم هست، سازمان ادعا میکنه که رفته یه نفر دیگر رو نجات بده، اون رو نجات داده، خودش غرق شده، ولی آقای کرمی میگه همچین داستانی امکان نداره. نظر شما در این مورد چی هست؟ من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سلام خدمت آقای سوربی و هموطنان عزیز و دوستان و دستندگان. این بار آقای سوربی با عرض معذرت میخوام سلام خودمو با تسلیت شروع کنم صحبتمو. تسلیت اول به خودم میگم، چون که 15 سال با مالک بودم، 3 سالش یک مقر با هم بودیم، و تسلیت رو باز هم به دوستانش و اونایی که دوستش دارن و جدا شده ها، و به خصوص به خواهرش و مادرش، به خصوص خواهرش که به دیدنش اومد اشرف که موفق نشد مالک رو ببینه. این یه نکته. نکته دوم که میخوام بگم آقای سوربی، امروز من میخوام یک سوال بکنم، هم از شما، هم از هموطنان، هم از دوست، هم دشمن. سوالم اینه، من شما رو، مالک رو به شما معرفی میکنم، آشنا میکنم، و شما بعد به من بگین که آیا با تفاصیلی که من گفتم و دادم، آیا مالک غرق شده یا نه. اما یه چیزی که اینجا هست، ما یه خدایی داریم به اسمش هم هست مالک یوم الدین. مالک خودشو دوست داشت، مالک خودشو برد، اما جای شکرش باقی است مالک و مالک های دیگر رو گذاشت که خون اون هدر نره. آقای سوربی، قبل از اینکه من آشنایی رو با مالک بگم، مالک قبل از اینکه همه جنبشون توی اشرف، اون در جنوب عراق بود، نه به شهر بود، نزدیک شهر، همه هم میشناسنش. کسی بود که شبانه شد و میرفت و بر میگشت. کسی بود که رکولش نه با قایق، به قول خوزستانی با بلم، قایق یا موتور قایق، نه، روی کون میذاشت میبرد اون بره مرز، جاسازی میکرد، برمیگشت برای تیم عملیات. کارش این بود، معروف بود. ما هم بهش میگفتیم این با کوسه ها شنا میکنه، کوسه ها رو بازی میده. من اتفاقا میخواستم بگم که اونجا معروفه برای داشتن کوسه، چون برادر خود من اونجا خدمت کرده بود زبان سپاه دانش. بله بفرمایید. حالا این همچین شخصیتی بود، همچین شخصی هم. میگم که کسی جرأت نداشت شبانه از این ور شط مرز عراق به اون ور مرز ایران. تنها نفری که جرأت داشت فقط مالک بود، و تنها مالک بود که میرفت اون ور رو برمیگشت. موقعی که اومدیم، من به محض اینکه از پذیرش مرخص شدم، رفتم تو اون مقری، افتادم به اسم قرار مقر حبیب که قبلا در بصره بود، که خود مالک هم اونجا بود. من با اون آشنا شدم، چون که دید من اهوازیم، خیلی خوش آمدگوی گرم با من گرفت. از اونجا با هم آشنا شدیم، بودیم 2 سال با هم تو یک مقر بودیم، که بعد مقر ما تقسیم شد که رفتیم مقراتیم. مالک
مالک همیشه همیشه هر موقع استخر داشتیم مالک قلق میشد. یک کلوم ختم کلوم میخوام بگم آقای سربی سر مالک. ببین استخر که 6 متر عمق داره و آدمو غرق میده، وقتی میخواد یه نفر رو غرق بده مالک اونجا باشه میترسه اون نفر رو غرق بده. مالک هم چه کسیه توشینا مطلق واقعا همه هم مالک اگر باشه تو استخر یا تو هر کجا که میرفتی شنو میکردیم وقتی اون اونجا بود از بالا تا پایین همه خیال شروع هست کمکی هم نداشت هیچ موقع. همیشه غریب نجات یه نفر کمکی داشت، مالک کمک نداشت، کمکی نداشت، خودش تنهایی از پس همه چی برمیاد و موازه به همه ما هم بود. این از مالک که توی اشرف با هم بود. مالک هم کسی بود که میگم که کسی بود که اصلا تأیید کننده اصلا مالک تر عملیات تأیید نمیکرد تیم عملیات نمیرد. مالک اون ورشت نمیرد میومد جاسازی نمیکرد وسایلشونو قضاهاشون همه چیشونو تیم عملیات نمیرد. مالک بخوام بگم منبع اطلاعات کل این فقط. حالا این بگذاریم بین برای ده شهریور همین شد. به ده شهریور دیگه مالک هم اونجا بود جز اون نفرات بود. بعد از که اومد لیبرتی خب حی و حاضر و صلوات و فلان و بسان و بمان ما هم خیلی خوشحال شدیم. من ماست و من یه نفر واقعا خیلی خوشحال شدم از دیدنش. اونو حتی به جای 3 بار 6 بار اونی بوسیدم. من یادم نمیره نصف خیلی با هم اونو من به عنوان برادر کوچیک خودش میدونست. واقعا تموم صحبت ها و شوخیه که با دیگرون با من نکرد با دیگرون نمیکرد. حرفاش خیلی راحت با هم میزدیم، منم حرفم راحت با اون میزدم. اگه غم و غصه اینا راحتی داشتیم میرفتم مالک رو میدیدم باش درد دل میکردم. واقعا مالک برای من اینجوری بود. وقتی فهمید که چون که اسم مستعار من جهاد بود وقتی اسم من مالکه خیلی خوشحال شد. گفت فکرش نمیکنه که تو اسمت هم مالک هم اسم من باشه. گفتم من ما اسم تو دوزیدم بزرگشون برای خودم. این از مالک این اومد. حالا جالب رو نگاه کنید اینجا مالک شرایی میگن غرق شده. اونا کجا؟ توی یک برکه. حالا این حرفا رو باید به کسی بگن که نه بگن. مثلا اگه میگفتن کسی دیگه میگفتن غرق شده من میگفتم بله باور کنم گفتم بله. ولی وقتی مالک میگه غرق شده من تو ذهن باورم نمیشه. چرا؟ به دو دلیل. یک بچه شده تو شد هم بزرگ شده سالیان سال هم تو خود جنوب همش هم بود کارش 24 ساعت هم تو شد بود چه روز چه شد میرفت و میرفت. بعد تازه اینجام که رفتن شنا بکنن آقای سربی نه طوفانی بود نه بادی بود نه بارونی بود آب صاف و زلال و راکی. خب توی اهواز یا توی آبادان یا خرمشهر تو هر شد هر رودخونه نفر اگر غرق میشد اگر جریان آب سری بود من یادم نمیره هیچ موقع چون که دیدم با چشم خودم مثلا رفیق خودم قشنگ دم کشتارگاه اهواز شیرجه پرید قرص و جریان آبم زیاد بود. اینا بعد از 2 روز نزدیکای آبادان پیدا کردن. بله جریان آب زیاد بود بردتش حرف نیست. ولی یکی مونه دیگه من دیدم جسد قشنگ همونجا که غرق شد بعد 2 روز 500 متر بالاتر بعد 2 روز خود جسد میزنه بیرون. آقای سردی آدم ها که بچه نیستن آخه چطور تا الان جسدش پیدا نشده؟ پس نه طوفانی نه آب نه بادی نه چیزی این جسد کجا رفت؟ واقعیه بعد 6 بعد 2 بعد یه هفته این جسد بیرون نمیزنه؟ مگه میشه؟ به هر کس بگی باورش نمیشه. اونم مالک تازه چه جالب میگن آقا رفته نفر رو آورده نجات داده خودش غرق شده. حالا من دیدم با چشم خودم نفر یکی از بچه‌های خود موقعی که توی اهواز یه دونه از این پل شناور بود چپ شد که خیلی از اکثر مردم اونجا فوت کردن و غرق شدن من یادم نمیره یکی از دوستان پرید 11 نفر رو
نجات داد رفت، دوازمین نجات خودش قطع شد. آره اینجوری میشه، ولی نه اینکه یه نفر رو نجات بده بعد خودش بر نمیگرده یا قطع میشه. آخه این کجاست؟ کی گفته اینو؟ آقای صوبی بفرم. من یه نفر ببین مالک بس هست. به این نگاه کن، صحبت هایی که من شنیدم موقعی که از ده شهر بعد از هم دهن شهری بر که شد اومدن اشرف از برای بچه ها که با هم صحبت میکردن و فلان اینا، این یک نکته به که بچه ها گفته بود. گفتم تو از این سوال کرده که فلان به کجا بودی و فلان بسن، گفت والا من راستش بخواید من بایست با حسین مدنی کشته میشدم. من باید با حسین مدنی کشته میشدم، ولی نمیدونم اون روز چطور شد من فرستادم برای یک کاری نبودم. یعنی چی؟ شما از این حرف چی میگید؟ من باید کشته میشدم ولی شانس آوردم. یعنی چی؟ مالک مثل من نیست. مالک مثل من نیست. من هیچ اطلاعات سر این فرقه من ندارم. خیلی جنایت شده که من نمیدونم، خیلی کار شده که اصلا من خبر ندارم، ولی مالک جور نیست. مالک اگه میخوام بهت بگم از ابتدای سازمان تا این فرقه، سازمان تا به الان، این فرقه تا به الان، مالک همه چیش هست، اطلاعات بود. به خاطر همین ببین اینا دیدم تو لیبرتی این نرف، لیبرتی نمیتونست کاری باش بکنن. لیبرتی جرعت نداشته مثلا، اونم جلی ماها، اونم تو جای کوچیک من چکارش کنه نمیتونه. حالا اینجا که میاد قبل از دو ماه قبل از اعلام جدایی میکنه مالک. دقیق موقعی که اعلام جدایی میکنه همون روزش به من خبر میرسه، میگه رفیقت جونجونی عزیزت اعلام چیز کرده، خروج از سازمان کرده. گفتم واقعا؟ گفت بله. گفتم کجاست؟ گفت الان فعلا اونجاست که قرار مثل این که میخوام برن قرنطینه، از قرنطینه بعدش چیز میکنم. حالا نگاه کن اینو برخلاف تمام آدمایی که اومدن بیرون بعد از 20 روز تو قرنطینه آزاد کردن، اینو آزاد میکنم مطلق. مالک با این هم منبع بعد بالاخره فهمید بابا، بالاخره اکثر بالاخره این من میگن دروغگو دشمن خداست. من دروغ بگم ببین، حالا دشمن از خدا هیچ. ببین این دروغ من میخواد فردا پس فردا میزنه بیرون، هیچ دروغی پنهون نمیمونه. آقای سو وقتی ما هممون اومدیم اینجا و خیلی چیزها رو تازه فهمیدیم و خیلی از دروغها رو فهمیدیم، خب مالک یک از اونا بود مثل ما. فهمید؟ فهمید آقا همش دروغ فریبه. سر آدم های داریم با این حرف رو شیره میمارن، دارن آدم ها رو اینجوری. آخه بچه که نیستیش مالک وقتی میگه مالک باور کن جدی میگه. این اگر در ارتشای دیگه بود درجه دار، اینو باید از 500 متر برش احترام بذاره، سر کاره، سر فعالیت، سر قهرمانیش، سر شجاعتش. خب این میفهمه قشنگ ترتمیز اعلام جدایی میکنه. وقتی اعلام جدایی میکنه اینو این برین ور مطلق نمیزن، میگه نه باش اینجا قرنطینه باشی، بعد دو ماهی تو رو بفرست آزادی مثل بقیه که اینجا موندنی 20 روزه یک مدت کرد، اینا به خاطر امنیت. بعد این دو ماه تازه میگن خیلی قشنگ اطلاعیه میدن مالک شراعی مجاهد قهرمان خلق. آخه ببین من که اعلام جدایی میکنم دیگه، کجا من مجاهد خلقم؟ من اعلام جدایی کردم آخه. حالا کی؟ الان من که جدا شدم کی میاد به من میگه مجاهد یا مجاهد خلق؟ هیچ کس جرأت نداره میگه، نه نبایدم بگی من بیرون اومدم تمام. وقتی مالک اعلام جدایی میکنه چطور پس در اطلاعیه تو میرسی مجاهد خلق؟ بعد تازه میگیم علاوه بر تازه یکی از مهره های نمیدونم همین شورشی و خیلی معذرت میخوام کشک و پوشالی که درست میکنن ها جزو اونا هم بود، به خاطر نمیدونم خدا و خلق و آزادی و فلان کوتاه نیومد و جزو مهره های شورشی بوده. الان اطلاع بارین برین تو سایت شما رو بخونین، به قرآن همه رو نوشتم، والله بالله همه رو نوشتم. حالا تناقض نگاه کن، حالا اینو به هر
کس بگید چی میخواد. آقا بالاخره این جدا شده مجاهده، مجاهد نیست. آخه مگه میشه همچین چیزی تو شما بیان؟ بعد ببین آخه بلا بلا ببین، ما بهشون گفتیم، الان هم گفتیم و باز هم میگیم که آقا اینجا عراق نیست، که هر کاری که بکنید، هر جنایتی که بکنید، هر نفر رو که میکشید، ما اونجا قایم میشه، پنهون میشه، دفن میشه. اینجا آلبانی، اینجا تموم شد. هر جنایتی میکنید میزنه بیرون با هر دروغ و فریب، نمیتونید اینو بپوشونید. ببین خیلی واضحه آقای زوربی، این بیرون از آب باشگلاویز شدن و بعد از این سناریو رو درست کرد. نفریم که باش بوده کامل هم میشناسیمش، هم لایه ما هم هست، الان هم چهار نفر تحت هم میشه اف آم هست. چهار نفر نیرو هم بهش دادن. اف آی یعنی چی؟ اف آی یعنی مسئول. بله. فرمانده هست. بله. الان فرمانده چهار نفر هم هست. قشنگ تو نشست اومده گفته آره من رفتم، من نجات داد، خودش دیگه بر نگشت. قرش. تو رو به خدا نگاه کن. ببین آقای صوربی، من کسی بودم که هر کس میگفتن، هر چی میگفتن، آقا این فرقه میکشه، فلان میکنه، بسان میکنه، باور کن به ولای علی، پنجاه من باور داشتم، پنجاه باور داشتم. بلی اینو با چشم خودم دیدم. و علاوه بر این، حالا ببین نگاه، با این چیکار میخوام بکنم؟ حالا با این بعد از این اومدن گفتن آقا به خاطر تا جسد مالک پیدا نشه هیچ کس حق خروج نداره، به خاطر امنیتی. دو هفته هم هیچ کس بیرون نمیاد. اینجوری میگیرن آدم‌ها رو، میچپونن، رو به وحشت ایجاد میکنن. به یکیشم چی؟ قشنگ دینه در به ما میگن حواستون باشه. ولی من فقط میخوام یه چیز بگم. خسوبی، من میخوام به خواهرش که در حسد دینش موند و برای اشرف هم اومده بود، اون زهر گرما یادم نمیره که میگفت مالک داداش کجایی عزیزم، فقط بیا از صد متری تو رو ببینم. اینو من فراموش نمیکنم. دم در بودم، نزدیکم بودم، با پانتای بزرگم داشت صحبت میکنم. خواهش، فقط میخوام بهش بگم که من یه نفر عهد بستم، بخاطر اینکه الان ماهیت این سازمان کاملا رو برام روشن شد که این چه سازمانیه، چه فرقی. به خدا قسم باور کن تموم وجودم الان کینه و نفرت شده سر این سازمان. تازه فهمیدم که این سازمان هر چی که بار در بارش گفتن درست کردن، هر چی شکنجه و کشت و کشتار کرده درست گفتن، ولی رو نبوده، مخفی بوده، دیده نمیشد. ولی اینجا با چشم خودم دیدم و حاضر من وایسم تو دادگاه بیان صحبت کنم. من مخواستم صحبت باشون، سوال جواب میکنم. جسد میفته قرق میشه، بعد دو روز باید بزنه بالا، فوقش زیاد دوده شده 500 متر بالا. اگر آب جریان نداشته باشه، آب جریان داشته باشه این بعد مایل ها میره دورتر میشه. پس چرا یه هفته تنها پیدا نشده؟ بعد نگاه کن چه جالب. اول پلیس ها بر حسب صحبت هایی که شد و پلیس ها که صحبت کردن و بچه ها برای من گفتن، من که نبودم، به من گفتن، قشنگ بچه هایی که اونجا بودن از خود دهن پلیس هم شنفتن زبان پلیس. پلیس اولی چی گفته؟ گفته این مشکوکه، این قرق شدن. پلیس دومی که اومدن بعد دو روز که گذشت، پلیس دومی چی گفت؟ گفت فوت کرده، قرق شده. پس تو چطور جسد رو ندیدی، بیرون نیومده، از کجا فهمیدی که این قرق شده؟ آقای پلیس، آقای رشوه بگیر از این فرقه، فکر میکنی ما نمیدونیم؟ نصف شرطه دارن رشوه میگیرن از این فرقه، ما کامل میفهمیم، بچه که نیستی. ولی من یک نفر عهد بستم. ببین آقای صوربی، خیلی ها دارن به من میگن تو دیوونه ای. گفتم چرا؟ گفت چون که تو خودت اینجا تو آلبانی هستی، اونم تو آلبانی هست، داری مصاحبه میکنی، افشا میکنی. گفتم آره دیوونم. دیوونه تر از اون نبودم که زیر موشک وایسن، موشک چهار متری میفته. دیوونه تر از اون روز که نبودم، نیست منم.
ولی الان میگم تا موقعی که اینجا هستم و زنده هستم و نفس میکشم به خداوندی خدا، دست از افشاگری، دست از دشمنی با این فرقه من بر نمیدارم. مالک اینو برای من گذاشت. گفتم خدا اسمش مالک یوم الدینه، مالک خودشو برد ولی مالک های دیگر رو گذاشت اینجا، شکرش که حقیقتو بگن. آقای سربی خیلی ها حرف دارن بزنن ولی از همین جنایت ها میترسن نمیان بگن. مالک دیگه مالک همه میشناسن، به بلای علی همه میشناسن، از بزرگشون تا کچکم. هر کس من تا حالا باور کن تیم 15 سال که من تیم فرقه بودم، یک نفر من از یک نفر نشیندم که بگه مالک مثلا اینجوریه، یا اینجور عیبی داره یا منفی مطلق. به غیر از مهربونی محبت و خندرویی و خوش اخلاقی و خوش برخوردی مالک نداشت، سوای از اون کارها و سمتی که داشت، کاری که متاسفانه عمرشم گذاشت برای اینا. این مالک من دارم میگم مالک غرق نشده، مالک غرق نشده، مالک کشته شده. مالک کسی نیست که تو برکه برد، مالک کسی نیست که با نجات یک نفر خودش بره زیر آب دیگه بالا نیاد، مالک کسی نیست که از آب بترسی. بابا کسی که شب میره دو بر میگرده سلاح میبره جاسازی میکنه برمیگرده اون بره مرز، والا بالله شب من بستق نگاه میکنه میترسم، شب و آب استخ بگم کنه میترسم، همه هم میترسم، خیلی هاشون هم دیدم میترسم. آب شد جریان هم داشته باشه تو نترسی بری و بیای، بعد میخوای تو برکه فخر بشی. حالا آقای صوفی من حرفامو زدم، مالک امیدوارم به شما خوب شناسونده باشم که کیه و چی کار است و چی بوده. حالا شماها به من میگین دوست، دشمن، هموطن، دست اندر کار. آقای سربی این غرق شده واقعا؟ خدایا ما به کی بگیم آخه؟ باور کن حتی برای این جدا شده، برای اونایی که مصاحبه نکردن باسم به خدا برنامه دارن اینا رو یکی یکی استشون بکنه زیرا. آقای بیتمش من همونجور که شما صحبت میکردیم وبسایت سازمان مجاهدین را آوردم تا ببینم هیچ خبری در رابطه با این آقای مالک شرایی هست یا نه و چیزی پیدا نکردم. دوستان اگر جایی دیدن که مجاهدین توی صفحه چیزی نوشته لطف کنن لینک اون صفحه رو بفرستن. و اینجا من میبینم مصاحبه ترامپ رو با فاکس نیوز و اینا رو گذاشته، حتی اون پایین تر که میریم خبر شهادت یک خانمی رو نوشته، خانم ندا حسنی، شهادت عشق باز شهادت عشق فروزان و نمیدونم صدیقه، ولی اسمی از آقای مالک شرایی من نمیبینم. شما آیا دیدید که اینها روی صفحه خودشون چیزی گذاشته باشن یا نه؟ آقای شوری بله، ولی من براتون حتما میفرستم، لینکشون براتون میفرستم، من خودم خوندم، خودشون تو سایت خودشون هم زدن قشنگ. باور کنید سب اگه اجازه بدین، چون که الان تو تلفنم باید برم بگردم و فلان اینا، تو تلفنمه، من بعد از مصاحبه براتون میفرستم. بسیار عالی. بعد از مصاحبه میفرستم براتون، واقعا بعد از مصاحبه میفرستم براتون لینک خودشون، سایت خودشون. بعد نوشته بودم یکی از مهره های دلاور و سرشور و شورشی، اینجوری نوشتن. باور کن کلمات خودشون، بگن من از کجا میدونم. مجاهد شهید، مجاهد خلق، قهرمان خلق، مالک شهر. بابا این دو ماه پیش اعلام جدایی کرده، همه آلبانی میدونه، هممون میدونیم. روزی که هم درخواست شده، روزی درخواست شد خبرش برای مایلیس بیرون زد، اومد بشه بچه هم به هم گفتن. بعد تازه این دو ماه هم نگشت داده، خیلی 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 باش حب زدن که بایزه، ولی فایده نداشت حرفاشون. چرا؟ چون که این روز روشن شد برای مالک آقا اینا به غیر از دروغ و فریب و نیرنگ هیچی توشون نیست. هیچ. آقا بیا نگاه کن تو رو به خدا، بگو باشه ارتش آزادی بخشی که تو میگه ارتش آزادی بخش، الان کی مونده؟ نصفشون اومدن بیرون آدم، نصفشون. اونایی که زیر موشک
بودن به خاطر شما، اونی که زیر چوب و شماغ و تیر و تفنگ بودن به خاطر شما، اونی که اومدن جونشون رو به خاطر شما فدا کردن، خواستن فدا بکنن، الان همشون اومدن بیرون از شما، فهمیده که شما چی جور آدم هست. با چی تو مخدری؟ ارتش آزادی بخش. چی ارتش آزادی بخش؟ باور کن بیا برو نگاه، نصفشون ویلچری هست. باور از نظر جسمی و این بلاهایی که فرقه سر این آدم مردم این بدبخت آورد این سالیان، جسم سالمی نمونده براشون. ببخشید یه خبر پیدا کردم نوشته شهادت قهرمان پاکباز مجاهد خلق مالک شرایی به خاطر نجات جان یکی از همرزمانش در آلبانی. احیانا این بوده که روز اول ماه تیر این خبر رو تو صفحهشون گذاشته بوده. بله بفرمایید. خب فهمید مالک روید، نه فقط مالک، خیلی فهمید. ببین این کار هم کردن که رو با وحشت اول برای داخل ایجاد بکنن، قشنگ همه رو بشونن ساکت بن، چون که الان دیگه فکر نکنم بحث خوبی یا چیز خوبی داشته باشن. جشنی که آره آلبانی جشن داره به خاطر امنیت و فلان شلوغ پلوغه، بیرون نری فلان بسان. الان نه، الان بهترین چیز که اومده الان غرق شدن مالک شرایی بوده. الان اومده بهشون گفتن من امروز بعد از دو هفته، بعد از دو هفته امروز من سه نفرشون دیدم اومدن بیرون. اونا اومده بودن برای دکتر، من دیدمشون رو سر ایستگاه اتوبوس. اینا اینجوری هم آقای سربی، من نمیدونم، واقعا نمیدونم حرفا. ببین خیلی حرفا هست ولی نمیدونم کجا باید بگیم که حرف ما رو قبول بکنن. والا به والا ببین من با قرآن مجید نمیخوام از کسی حمایت بکنم یا چیزی میخوام بگم. ببین این حکومت ما، این جمهوری اسلامی که اومد هر چی میگفت آقا اینا اینجوری اینجوری اینجوری، من یک نفر باور نمی کنم. من یک نفر باور نمی کردم. من گفتم نه نه اینجوری نیست بابا، اینا بابا چه بلند بابا، اینا فرشته، اینا انسان، اینا اصلا ببین، اینا کسایی هستن ببین به غیر از انتقاد هیچ کاری دیگه نمی کنن با آدم. ما سربازی رفتیم به خاطر سیگار، سه روز بازداشت بودم من، ولی اینا هیچ کاری نمی کنن. بجز اینکه من انتقاد به جهاد دارم، یعنی من مالک انتقاد به مالک دارم که مثلا صدای با صدای بلند صحبت یا فلان کار کرد یا فلان کرد. همین من اینجوری تو ذهنم، هرچی میگفت جمهوری اسلامی حکومت ما قبول نمیکردم، باور نمیکردم. ولی امروز دیگه همه چی برام روشن شد، امروز همه چی برام روشن شد. من تا آخرین نفس وای میسم، از اینم کوتاه نمیام تا موقعی که زندم، تا موقعی که این فرقه زنده است. من دست از دشمنی اینا بر نمیدارم. واقعا قبلا نمیگفتم دشمنشون بودم، من فقط یه چیزایی که من دیدم تو زندگیم، من دیدم. شما هم به خواهشی که من دارم از شما آقای سربی و از هموطنان عزیز و دوست و دشمن، من به عنوان یک دشمن یا نمیدونم زه از داد یا نمیدونم به هر چیزی یا قاتل یا مجرم نیست که من دارم این حرف. من کسی هستم آقای سربی؟ من 15 سال یک جایی بودم زندگی میکردم، الان دارم سرنوشت خودم رو برای شما تعریف میکنم و اون چیزایی که برای سر من اومده و اون چیزایی که من دیدم من دارم برای شما تعریف میکنم. خواهشان اینجوری به من نگاه کنید، به عنوان دشمن و ازداد اینا نگاه نکنید، مزدور و خائن نگاه نکنید، فقط به عنوان که کسی 15 سال رفته اونجا زندگی کرده و بلاها و چیزایی و همه چی رو از دست دادم، من دارم اونو بازگو میکنم، سرنوشت خودم بازگو. آقای سربی من حرف خیلی واقعا بیشتر حرف بزنم من دیگه احساساتم بالا فرار میکنه، ولی تنها یک چیز میخوام بگم. اینا میخوان یعنی ما رو بترسونن که ما حرفی نزنیم. حتی باور کن چند وقت پیشا اومده بودن دم یه هتلی هست، کمیساری به من زن که نفر از اونجا خارج میشه، این نفرات میفرسته اونجا، بعد 45 روز میگن آقا میتونین الان شما خونه کرایه بگیریم بریم بیرون دیگه زندگی، تا یه مقدار فضای زندگی و آلبانی و فلان اینا دستشون بیاد. چند نفری که اومده بودن بیرون باور کن شبش ساعت 11 شب رفته بودن اونجا، باشون تماس گرفتم گفتم بیا این پایین ده تو کارتون بریم، این اومدن پایین و فلان اینا صحبت و حال احوال چه آقا بریده خیلی عجیبه، اینجا بریده موضوع ازش تاوید، آقا من بریدم، من نکشیدم، من فلانم، من اینجورم، امضا میگیرن. بعد ساعت 12 میاد دم هتل از اینجا سلام احوال شما خوبه سلامتی چاپ سلامتی روز خیلی شد بابا مثل یک موقع چیز خواستین پول و پری چیز لازم داشتین بیان ما برای شما، گفت طرف هم بهش گفت
گفتم اتفاقا ما الان کمیسره داره به ما این پول میده برامون کفاف میکنه، هتل هم روی اتاق ما داده زندگی میکنیم، این 300 دلار هم که میده هر چه روزی منم در میاریم. گفت نه سوای از اون، بالاخره شما بچه های ما هستین، شما بیا ما به شما بتونیم کمک کنیم، ماهی 300 یورو به شما میدیم، 350 یورو به شما میدیم که کمکی باشه برای فردا مخواهی مثلا بیرون بیاییم کرایه بگیریم داشته باشیم. فقط یک نکته چی؟ با ما باشین دیگه، مثلا صحبت از چیز فیزی نکنید. یعنی چی؟ یعنی نرین تو دستگاه افشاگری، اینا با این میخواد یعنی ما رو بترسونن که ما دیگه حرف سر اونا نزنیم، افشا نکنیم. ولی کور خوندن نمیدونن که الان عزم من جذب شده 100 برابر شد. واقعا میخوام بگم خیلی معذرت میخوام از تمام شنوندگان، پس تو نامه در روزگارم اگر من دست از این راه برم تا انتقام مالک رو بگیرم. مالک آقای بلا. مالک بیت مشعل، آقای موثقی هم به شما سلام میکنن، هم میگن که با این فتنه میخوان حالا به دولت آمریکا بگن که ایران، آها این در رابطه با اون دیپلمات چیز هست، ولی ایشون نوشته که درود بر آقای بیت مشعل و نوشتن که آقای سوربی امروز فرور رجبی از بی بی سی فارسی خبری را پخش کردن که نیروهای سفارت ایران میخواستن در گردهمایی مجاهدین بمبگذاری کنن، که روی صفحه گویا هم هست که اینو نوشتن و گاهی وقتا این کارا رو که انجام میدن حالا یا انجام شده دلیلی میشه که اینها از اون دولتی که اونجا هستن یه چیزایی رو بخوان که مثلا از ما حمایت کنید چنین و چنان. ولی شما یه نکته ای رو گفتید که این بهانه ای شده که الان مجاهدین اونا رو بیشتر توی به اصطلاح پادگان خودش، یا والا نمیدونیم، پادگان معمولا جایی هست که سربازا هستن و اسلحه خونه هست و اسلحه و اینا، حالا اینجا که یه عده آدم سالمند به قول دوستمون آقای عبدی همه هم بیمار هستن، باید چی بگیم، خانه سالمندان یا زندان سالمندان؟ شما میگید این دلیلی شده که اونا رو بیشتر اونجا نگه داره و الان که تابستون هست و اینا میتونن بیشتر بیان تو شهر و اینا به اصطلاح جلوگیری بشه، درست میگم؟ بله دقیقاً همینه. دقیقاً همین. الان این چیز خیلی خیلی خوبی براشون شده، واقعا یک دکون خیلی ترتیبی شکی براشون درست شده، یعنی قادرن حتی برای یک 3 ماه یا 4 ماه با این نفرات نگهدارون که بیرون نیان. امروز بعد از 2 هفته من سه نفر از اون مسئولین بالا هم دیدم. 3 نفر با هم مسئولین بودن، یکی از اون مسئولین، 3 تا از اون مسئولین بودن، مال یک مقرم بودن، قبلا تو همین مقرم باشون بودن. خب اینا اومده بودن، اینا این کارو بود. اینا از سر هر چیزی رو که به دست میگیرن میقاپن به خاطر اینکه اینا رو اون تو نگه دارن بیرون نیان. چون که هر کاری کردن، این ابریشمچی الان زندبان جدید تو نشست خودشون گفته یه کاری میکنم که هر کس میخواد فرار بکنه با مشت آهنی طرف خواهد شد. تو نشست همینو گفته، جلوی همه هم گفت. این حرفای خودشون، باور کن حرفای خودش. ممنونم. خانم فری شوبری نوشته براو به غیرت شما و دوستیتان، به اصطلاح چون میگید که از پا نمیشینید و سعی میکنید که به افشاگری ادامه بدین، چون اینا میخوان برعکس هر کسی رو جدا شده خاموش کنن و ساکت کنن. منم از شما ممنونم که با همه این مشکلات میاین و با دوستان بیننده و شنونده صحبت میکنید. امیدوارم در برنامه آینده خبرهای بهتری باشه. باز به دوستان پیشنهاد میکنم اگر سوالی دارن یا نظری دارن، برخلاف سازمان مجاهدین و تلویزیون مدار بسته شون که با هیچ کس صحبت نمیکنن، شما بهم بگین آخرین خبرنگار ایرانی که با اینا صحبت کرده چه سالی بوده یا حتی چه قرنی بوده، مثلا بگین قرن 20 و تلویزیون مردم و این دوستان کانون آوا از روز اولی که این برنامه رو گذاشتن به اصطلاح نظرات شما و سوالات شما اینجا محترم بوده و هست و تا اونجایی که بتونن پاسخ میدن، تا اونجایی هم که بتونن نظرات شما رو در برنامه آینده شرکت میدن و در موردش صحبت میکنن. اگه صحبتی دارید باز بفرمایید. اینجا یکی از دوستان نوشته وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری در روز دوشنبه به خبر منتشر شده توسط رسانه‌های غربی مبنی بر دستگیری 2 ایرانی
توسط پلیس بلژیک به جرم تلاش برای انجام بمب‌گذاری در محل کنفرانس گروه تروریستی مجاهدین خلق در فرانسه واکنش نشون داد. چون قبلا سفیر ایران در چیز گفته بود که بسیار در دسترس نیستن تا در این باره صحبت کنن. ضمناً آقای موثقی میگن آقای مهدی ابریشمچی یک اوباش چماقدار رجوی هست، باید به او گفت آلبانی عراق نیست که زندان ابو غریب داشته باشد. خب اینو میشه از شما دوستان تشکر کرد که با این به اصطلاح افشاگری هایی که کردی دست مجاهدین رو در عراق باز به اصطلاح نشون دادید، دستشون و مشتشون رو باز کردید و نشون دادید که اینها برخلاف اون چیزی که میگن به آزادی باور ندارن. در برنامه قبل از شما آقای کرمی عکسهایی رو فرستاده بود از این تظاهرات کننده های اجاره‌ای که من اگه بتونم این عکس رو باز نشون میدم که اینها نشستن روی پرچم ایران. دوستان وقتی شما آدمای اصلی رو نیاری و بری این و اون رو اجاره کنی، نتیجهش این میشه که این چند نفری که پول گرفتن که با دوست پسرشون بیان اونجا، با دوست دخترشون بیان اونجا و چند روز خوش باشن، از پرچم ایران به عنوان پتو استفاده میکنن و مینشینن روش. حالا این شما و این هم پرچم ایران و باسن این خانمهای کرایه‌ای. آقای بیت مشهر من از شما ممنونم، ساکت میشم اگه شما صحبتی دارید بفرمایید. من ممنونم، ولی این میدونی چی نشون میده؟ به نظر من خیلی خوبه، خیلی خوبه، خدا خوب داره پشتیبانی ما رو میکنه سر حرفایی که ما داریم میزنیم. این نشون میده عرق ملیشون نشون میده سر ایران که چقدر اینا عرق ملی و ایرانی دارن، که قبلا هم سر فوتبال هم توضیح دادم. اما یه نکته کوچیکی من میخوام بگم برای حرف آخرم سر این 17 جوان گرده همایی که الان داریم میکنم. آقای سو 15 سال تمام، 15 سال به خداوندی خدا فقط من اسم اینو گذاشتم سوپرمارکت 17 جوان. سوپرمارکت چرا؟ به خاطر اینکه این گرده همایی رو بذارن بیشتر مردم رو بچاپونن. ما برای گرده همایی اینقدر خرج کردیم، اینقدر فلان کردیم، ده بچاپ. تازه دارم میفهمم اینا رو، باور کن تازه دارم میفهمم که اینا این پولا رو که از این مردم جمع میکنن اگه روشون میبرن به اینا میدن بیرین چی کار میکنن. سوپرمارکت دکونی باز کردن برای خودشون، هر سال این علم شنگر رو انداختن، هی هر سال که چی هی اضافه بکنن به پول داده هاشون. فرق بیا این الان از روزی که من رفتم، قبلش حالا که بوده، از روزی که من رفتم هر سال میگن امسال سال آخره. رسیدم اینجا دیدم بابا امسال سال آخره، دیگه امسال سال آخره منه، بهتره که بزنم برم بیرون، امسال سال آخره منه. این مثل این که نه کسی دیگه. اینا اینجوری هن آقای سربی، اینا فقط فیلمه، دکون بازاره، وگرنه هیچ ما دلده همینه که میدن به این اون قشنگ ترتمیز مرتب میان پول میدن پولا میدن به سامونه میدن. همین کاری کمی باور کن، حتی یک بار تو یک بعد از گرده همایی تو خود اشرف بودی، نه من ازت میخوام لیبرتی بودی، لیبرتی پشت پرده، فیلم های پشت پرده هست که میگیرن، این بچه ها رو جمع کرده بودن کوچولو بهشون از این کپ دستی ها داده بودن بهشون یاد میدادن چی بخونی چی بزنی چی بزنی. اینجا اگه گفتن یکی از اون خانمای خودشون هم که به اصطلاح خودشون میگن مجاهده، اینا بالای سرشون بود، 5-6 تا گروه کیپ کرده بودن اینا رو میزشون جلو برای شروع خلوق طرف. همین پولم خیلی راحت به این و اونم میدن میارن جلو میشونه که آقا اینا یکی از پایه های بلنده نمیدونم چی بودن، یه پایه ناسا بودن همش کشک و پوشال و علیک. آقای موثقی نوشتن روی فیسبوک که آقای سوری من خودم فرانسه بودم، بیش از 100 دستگاه اتوبوس از آلمان، هلند، بلژیک به سمت فرانسه در حرکت بود که همه بیشتر خانواده عرب و افغانی بودند. من خودم از نزدیک شاهد بودم. خانم تننازی می نویسن که خاک بر سر مجاهدین که پولی را که میشه واسه بچه های نیازمند در ایران بفرسته خرج سفر این بیگانگان می کنن که به مجاهدین هم بخندن. ای کاش خانم فقط می خندیدن، نشستن روی پرچم ایران کنار خیابون. این عکس رو همین الان برای آقای
ترشیزی فرستادم و نوشتم که وقتی شما افراد رو اجاره میکنید که بیان تظاهرات، اونها پرچم شما رو به عنوان پتو استفاده میکنن، بعدن بعد از مراسم ممکنه به عنوان تمیز کردن جاهای دیگه استفاده کنن و این هست که باید شما بگردید افراد اصلی رو پیدا کنید، یا اینکه خیلی عالی بیان بگید ما 50 سال این سازمان رو از عرش به فرش رسوندیم و الانم هیچی ازش باقی نمونده جز چند پیرمرد و پیرزن که همه بیماری های مزمن دارن. بازم از شما ممنونم، ببخشید که حرفتون رو قطع کردم. بفرمایید. آقای صبی ما ببین از خیلی واضحه، ببین من یه فاکتور دارم برات میگم تو همینجاست دیگه که خیلی این چیز واضحه نشون میده. قبلا یه بحثی کردیم سر این دوتا خبرنگاری که اومده بودن اینجا به گزارش تهیه بکنن. بله. اسمش چی بود اون خانم؟ یادم نیست. امین و شادی و یه همچه اسمایی داشتن. بله شادی. بله. این قبلش خودش به ایرانی ها میگو بچه موازه باشی، بچه اینا مجاهدین هم بیان کنار، مریم پیششون بیان کنار، بیان کنار، اینا مجاهدین هم بیان. حالا اون روز میاد اینجا چیکار میکنه؟ میگه اومدم گزارش تهیه بکنه وضعیت زندگی و اینا رو من بکنم. ببین زندگی واضح تر از این میخواد؟ آقا صبحی واضح تر از این میخواد؟ نیست. ببین اینا اینجوری هن. اینا با همه چی بازی میکنن، با همه چی. ببین با اس، با ملیت، با شرف، با عزت، با احساس. ببین ببین واقعا ببین اینو به هر کس که میخواد بگی، کسی که با عاطفه آدم بازی بکنه چی رحمی میخواد داشته باشه نسبت به کسای دیگه؟ من امروز با عاطفه یکی من مثلا فردی بزن، من با عاطفه یکی بازی بکنم خدا از من میگذره؟ خوبه؟ شرافتنه؟ چیه؟ اینا اینجوریه. بفرمایید. اتفاقا یکی از دوستان عکس صفحه آقای ترشیزی رو فرستاده که ایشون هم رفته فرانسه، پسرشون هم بردن، خب تابستون دیگه احتیاج به مسافرت اروپا هست و همونجوری که گفتم خانم عاصمی هم یه مقاله کوتاهی نوشته بودن که اینها پول بلیط و خرج سفر و هتل و اینها رو میدن و خیلی هم از آمریکا رفتن اونجا. به خود من هم قبلا خیلی پیشنهاد میشد که بیا بریم فلانجا و اینها پول میدن، گفتن نه من هم کار دارم هم باید شما بگردین اونایی که به شما باور دارن ببرید و هر کسی رو به خاطر تفریح و اینها نبرید. بله آقای سوربی بفرم. سر این سوال سر دو نفر دستگیر دو نفر هست که گفتن. بله بله. آقای کرمی گفتن آقای محمد کرمی خبری را که همتران گفتن، خبر دستگیری دو نفر در پاریس که ایرانی تبار بلژیکی بودن دستگیر شدن در ساعت‌های خبری انتشارم پیدا کرد. این آقای کرمی گفته. خب اینم جواب اون، چون که من راستش بخواهی تو این دو هفته هم من هم رفیقام هم جدا شده ها اینجا واقعا این دو هفته خیلی به ما سخت گذشت بابت مالک، خیلی درگیریم. بله. خیلی عزاداریم، چون که مالک کسی بود که یک شمعیه که واقعا نمیشه توصیفش کرد. من خیلی کم گفتم از مالک واقعا، خیلی، چون که فرجه ندارم. یک ساعت هم تونستم یک مختصری از مالک من بگم، چون که مالک واقعا مالکه. بله. ما هم به شما تسلیت میگیم هم به خانواده ایشون. و من از آقای کرمی هم این سوال کردم آیا امکان این که ایشون فرار کرده باشه هست و مثلا هنوز یه جایی باشن زنده باشن، یا اینکه واقعا سازمان سرش رو زیر آب کرده و کاملا مطمئنه که دیگه وجود خارجی نداره، حتی به صورتی که جسدش هم پلیس و اون مامورین به اصطلاح چیز نتونستن پیدا کنن توی آلبانی. آقای سوربی من بازم حضرت، من گفتم دیگه شما سر این صحبتایی که من گفتم و حرف زدم و توصیف کردم مالکو، شما بگین آقای واقعا غرق شده، یک نفر نجات بده بعد خودش غرق میشه. میگفتن اگه میگفتن آقا 4 نفر یا 3 نفر رفت و میره نجات بده غرق شده، میگفتم بله. ولی برکه‌ای که ساکت و راکد و آروم هیچ سر و صدایی نداره یک نفر رو نجات میده، اونم نزدیک ساحل، بعد خودش بر نگرده. دیگه بذار هموطنان عزیز، اون دوست بخصوص اون دشمن که من دشمن فرقه میبینه، بذار اون حالا خودش قضاوت بکنه، خودش جواب بده، خودش رو پشت دانش بره. یک بارم که شد
قربون شما بهسازی. من ممنونم، به شما بازم تسلیت میگم، میدونم که شرایط بدی هست و امیدوارم که خانوادهش بتونن این مصیبت رو تحمل کنن و بگذریم از این ماجراهایی که واقعا ننگه برای یه سازمان، ننگه. و افرادی مثل آقای ترشیزی و آقای فیلاوی امیدوارم جوابگو باشن. خانم شوبیری نوشتن که کمپ مجاهدین ترسناکتر از زندان الکادراز باید باشد. یه زندانی اینجا بوده توی سان فرانسیسکو که توی جزیره است و اینها، خیلی مخوف بوده. ایشون میگه که احتمالا این کمپ از اون هم باید ترسناکتر باشه. ممنونم از شما، ممنونم از همه دوستان. این برنامه ها تا یکی دو ساعت دیگه روی بایگانی، روی یوتیوب، روی گوگل میتونید پیدا کنید و در فیسبوک هم ما بر نمیداریم، مگر اینکه فیسبوک خودش قانونی داشته باشه که مثلا بعد از 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه برداره. من از شما ممنونم، اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه خداحافظی کنیم. قربون شما، خیلی ممنون، تشکر از زحماتی که میکشین. خداحافظ شما، خدا به همراهتون باشه، خدا نگهدارتون و امیدوارم در برنامه‌های آینده خبرهای بهتری داشته باشید و شما هم در شرایط بهتری باشید. مرسی که با ما بودید، خیلی ممنون. ممنونی، خدا بشه، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، این دوستان برخلاف فشارهایی که سازمان مجاهدین آورده با توهین و تهدید و اینها، وایستادن و مقاوم هستن و خاطرات خودشون رو میگن. شما هم اگر صحبتی دارین در این رابطه، اگه میخواین در برنامه ها شرکت کنید، با کانون آباد تماس بگیرید تا ترتیب شرکت شما در برنامه ها داده شود. از اینکه با ما بودین ممنون و متشکرم. این برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید، در میون بذارید، برای دیگران بفرستید. یکی از دوستان گفت چون باز در ایران ماجرای اینترنت و سرعت مسئله شده، اگر امکان داره این برنامه ها رو به صورت آدیو یا صدا هم بفرستید تا ما برای دیگران بفرستیم. من این کارو میکنم، برای کانون آوا میفرستم، امیدوارم اونا یه برنامه‌ای بذارن که روی وبسایتشون این صدا گذاشته بشه تا شما بتونید با حجم کم برای دیگران بفرستید. ممنون و متشکر از شما. برنامه خود من سربی با مردم در ساعت 2 بعد از ظهر از همین کانال، همین ایستگاه، همین اینترنت، همین لینک پخش میشه. امیدوارم شما هم باشید و شرکت کنید و شما هم اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. مرسی که با ما بودید، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن.